لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید گوش تا گوش با چارگوش گوش انتشارات نوژین با همکاری مؤسسه فرهنگی کلید طلایی تقدیم می کند خلاصه ی کتاب داغ ننگ نویسنده ناتانیل هاوسورن نویسنده چکیده کلاید نهرنز مترجم امیر حبیبی گوینده سهر بیرانوند ترجمه شده از کتاب چکیده پنجاه رمان کلاسیک چکیده پنجاه رمان کلاسیک کتابی برای معرفی های برگزیده است از دل تاریکی اثر جوزف کنراد گرفته تا آنا کارنینا اثر لئو تولستوی چکیده رمان ها معمولا در کتابخانه ها به صورت مجموعه های چند جلدی در دسترس هستند در دنیای مجازی نیز نسخه های گیج کننده ای از چکیده رمان ها وجود دارد افزون بر این، در دانشگاه ها و دیگر مؤسسه ها مقالاتی به قلم کارشناسان درباره نقد و بررسی رمان ها در قالب راهنمای آموزشی نوشته می شود اما تا جایی که من میدانم هیچ یک از این منابع نتوانستند به خوبی کتاب چکیده پنجاه رمان کلاسیک حق مطلب را درباره چکیده نویسی رمان ها ادا کند این کتاب کاملا متفاوت است خواننده در اینجا با ارائه منظم از چکیده رمان های برگزیده روبرو می شود این چکیده ها به صورت جامع و با نگارشی متناسب برای همه خوانندگان نوشته شدند تعداد واژگان چکیده ها از 1140 واژه برای رمان امارت های سبز تا 7000 واژه برای جنگ و صلح متغیر است در نسخه انگلیسی امیدوارم که این مجموعه بیش از پیش عشق به خواندن ادبیات کلاسیک را برانگیزاند کلاید نهرنز نشر نوژین با ارائه مجموعه نوبلا شما را با چکیده رمان های کلاسیک و مدرن آشنا می کند. کتاب حاضر خلاصه است از رمان معروف داغ ننگ چکیده سازی به دست کلاید نهرنز انجام شده است چکیده کتاب داغ ننگ 1850 شخصیت ها هستر پرن زنی خیاط پرل دختر او راجر چیلینگ ورس همسر او جناب کشیش دیمزدل پیشوای ناسه او مکانها بستون در هنگام چاشتگاه در شهر بستون که آن زمان پیورتن بود همه مردم در مقابل سکو تجمع کرده بودند زنی از زندان همراه با نوزاد سماهش به سمت سکو آورده می شود نام او هستر پرن است او قرار است امروز به جرم زنا مجازات شود. هنگامی که بر سکو ایستاده است، متوجه غریبه در میان جمعیت می شود که در کنار یک هندی ایستاده است. غریبه از یکی از ناظران درباره هستر و دلیل شرمگین سازی عمومی او میپرسد. او مطلع می شود که هستر زن یک مرد تحصیل کرده و ثروتمند انگلیسی است که دو سال پیش او را به بستون فرستاده و از آن زمان خبری از خودش نشده است. او میپرسد که آیا پدر واقعی نوزاد شناخته شده است؟ وقتی می شنود که پاسخ این سوال هنوز معماست در میان جمعیت قدم میزند و زمزمه می کند شناخته می شود شناخته می شود. کلانتر و والی از هستر میخواهند که نام پدر نوزاد را فاش کند اما او سرباز میزند سپس کشیش دیمزدل که پیشوای اوست از او درخواست می کند که نام آن مرد را بگوید و او دوباره سرباز میزند. زند. همچنین وقتی که شخصی قریبه ای از میان جمعیت فریاد میزند، زند لب زن پدری برای طفلت ذکر کن او باز ساکت میماند. حکمش اعلام می شود. او باید سه ساعت در سکو بماند و تا آخر عمر نشان قرمز حرف ای را بالای سینهش نصب کند. در راه بازگشتش به زندان آن غریبه را می بیند. او اسیر هندی هاست و تا زمانی که قرامتش پرداخت شود در زندان می او پزشک است و نامش راجر چیلینگ ورس است. او از نگهبان زندان می که با هستر تنها گذاشته شود و دلیل این کار به زودی آشکار خواهد شد. آنها در واقع زن و شوهر هستند. در گذشته زمانی که راجر تنها و افسرده به انگلیس بازگشته بود، هستر را مجبور به ازدواج کرد، هرچند بسیار مسنتر از او بود. او بسیار خرد و نحیف بود و هستر دوستش نداشت. در همان زمان هستر این احساس را نسبت به او ابراز کرده بود. راجر معتقد است که هر دو به یکدیگر نارو زدند و خودش اول این کار را کرده چرا که همان موقع به طور احمقانه ای باور داشت که دختر زیبای جوانی مثل او وفادار خواهد ماند اما طبق گمان او هر دو از اصل موضوع غافلند و اصل موضوع این است که هر دو گرفتار مکر مردی شدند که هستر را اقوا کرده او از هستر می خواهد که هویت آن مرد را فاش کند و هستر به او قول می دهد که هیچ وقت هویت آن مرد را نخواهد فهمید. راجر پاسخ می دهد که شاید هیچ کس دیگری هم نفهمد اما او روزی پیدایش می کند و در رنجش خواهد افکند. او هستر را مجبور به عهد بستن می کند که به هیچ کس در مورد زن و شوهر بودنشان و همچنین هویت آن مرد اقوا کننده نگوید. او همچنین به هستر متذکر می شود که او و نوزاد و همچنین مرد اقوا کننده متعلق به خودش یعنی راجر هستند. هستر بار سنگین گناهش را احساس کرده و فکر می کند که این صحنه گناه همان صحنه مجازات زمینیش خواهد بود. او امید دارد که عذاب شرمساری که هر روز به دوش می کشد در آخر نفسش را تزکیه کند و او را انسانی پاکتر بسازد. او به کلبه در حومه شهر نقل مکان می کند و از شر تقاضاهای مشتری خلاص می شود چرا که خیاطی ماهر است و مشتری های زیادی دارد هرچند مردم هیچ ننگی در برقراری ارتباط با او در زمینه حرفش ندارند اما از هر بچه دیگری در جامعه چهره منفور است که باید از او دوری کرد وقتی که دخترش پرل سه ساله می شود، او متوجه می شود که قصد دارند دخترش را از او بگیرند و به قیمی بسپارند. او به امارت والی می رود و از او می خواهد که از اعتبارش استفاده کند و جلوی این کار را بگیرد. هنگامی که وارد امارت می شود، والی در حال پذیرایی از سه مهمان است. کشیش ویلسن، کشیش دیمزدل و راجر چیلینگورس پیر. هستر از تغییری که در ظاهر چلینگ ورس می بیند وحشت زده می شود. او از همیشه زشت تر، سیح چورده تر و بیریختر شده است. والی و ویلسن می که بچه را از او بگیرند، اما او گریه کنان می گوید که تسلیم نخواهد شد. سپس از دیمز دل درخواست می کند که به عنوان پیشوایش سخنی بگوید. او از هستر دفاع می کند و بقیه را متقاعد می کند که پرل با مادرش بماند. چیلینگورس هم که مدافع هستر است خطاب به دیمزدل میگوید دوست من با اشتیاق و جدیت عجیبی سخن میگویی چیلینگورس سریعا بعد از ورودش به شهر دیمزدل را که از سوی پیر و جوان بسیار ارجمند شمرده میشد به عنوان راهنمای معنویش انتخاب کرده بود در همان ایام ملاقات هستر با والی حال کشیش بسیار وخیم میشود تا حدی که میپندارند اون رو به موت است او از درمان و پزشک سرباز میزند و حتی به نظر میرسد آرزوی مرگ دارد اما چلینگ ویرس او را متقاعد می کند که تفکرش اشتباه است و در نتیجه پزشک او می شود آنها رابطه دوستی برقرار می کنند و با هم در خانه بیوزنی ساکن می شوند در یک قسمت خانه جا میگزیند و مطالعه و آزمایشگاهش را مستقر می کند در قسمت دیگر هم دیمزدل با کتابخانهاش مستقر می شود. اتاقهای هر دو به یکدیگر دسترسی آسان دارند. بعضی میپندارند که وجود پزشک در کنار پیشوای مریضشان بسیار خوب است. برخی دیگر چیلینگ ورس را مردی پلید میپندارند. حتی در حدی که او را بدلی از شیطان میدانند که قصد به چنگ انداختن کشیش را دارد. یک روز هنگامی که کشیش خواب است، چیلینگ برس وارد اتاقش می شود. لباسش را کنار میزند و سیناش را ایان می کند و چیزی می بیند که اون را وادار به اکس تو امان با حیرت، مسرت و دهشت می کند. دستانش را به سوی بالا باز می کند و از وجد پاهایش را بر زمین می کوبد. او چیزی یافته است که بدون هیچ شکی گمانهایش را یقین می بخشد. دیمز دل پدر پرل است. اکنون چیلینگ ورس می داند که درد جسمانی کشیش نتیجه عذاب وجدانی است که این گناه به بار آورده. او کشیش را زنده نگه می دارد تا جان کندنش به طول بیانجامد. پس از گذشت هفت سال از زمانی که هستر بر سکو ایستاد و نام پدر پرل را فاش نکرد، حتی پس از اینکه دیمز دل از او خواست که این کار را بکند، یک شب کشیش غرق در نومیدی فکری به سرش میزند. اینکه عبای روحانیت را بپوشد و بر همان سکویی که هستر داغ ننگ شده بود بیستد مردم شهر را فرا بخواند و به گناه خود اعتراف کند تا مقداری آرامش بیابد شب دیر موقع است او از سکو بالا می رود و فریاد می زند. اما کسی پاسخ نمی دهد. در کمال تعجب هستر و پرل را می بیند که از آنجا در حال رد شدن هستند آنها نزد والی وینترپ بودند والی که در بستر مرگ بود از او خواسته بود اندازه های او را بگیرد و کفنش را بدوزد دیمزدل از او میخواهد که بر سکو برود و به او ملحق شود هستر او را در شرایطی اصفناک می بیند که جسمن خرد شده است آثار در همشکستگی ذهنی را در چهره او می بیند. هستر یقین دارد که اینها نتیجه چیزی فراتر از عذاب وجدان است. او احساس می کند که باید به کشیش کمک کند. همچنین به چیلینگ ورس شک دارد که مبادا به عنوان طبیبش کاری می کند که حال او روز به روز بخیم تر شود. او چیلینگ ورس را ملاقات می کند و از او می خواهد که به کشیش رحم کند. چیلینگ ورس پاسخ می دهد که کارش با کشیش هنوز تمام نشده است و هنوز اتفاقات بدتری قرار است بیفتد. هستر تصمیم میگیرد که کشیش را از هویت واقعی دوست طبیبش چیلینگ آگاه کند. او کشیش را ملاقات می کند و به او می گوید که باید او خودش و پرل بستون را ترک کند. هستر سبلیت سفر فوری با کشتی برای انگلیس تهیه می کند. روز قبل از حرکت کردن کشتی، جشنی برای اعزاز و خوشامدگویی برای والی جدید برپا شده است. شهر بسیار شلوغ شده. یکی از قسمت‌های مهم جشن آن روز خطابه گزینش است که توسط دیمزدل قرائت می‌شود و در واقع تبدیل به یکی از زیباترین خطابه های عمرش می‌شود هرچند مردم متوجه وضعیت ظاهری اسفبار او می‌شوند سپس او به همراه دسته ای از مردم حرکت می کند، به سکو می رسد، به آن می کند و هستر و پرل را پیش خود فرا می خاند. پرل به سوی او می دود و زانوانش را در آغوش می گیرد و هستر هم به سوی او می دود. چیلینگ ورس از لابلای مردم سعی می کند به آنها برسد و جلویشان را بگیرد. او دیر می جنبد و هستر و پرل به بالای سکو پیش دیمز دل می روند. چیلینگ ورس فریاد میزند و همه چیز را بر مردم آشکار می کند و آنگاه اشک ریزان نوار پیشوایی را از سینه کشیش جدا می کند و نشان داغ ننگ بر سینه کشیش آشکار می شود. کشیش از پای در می آید و فرو می نشیند و هستر بلندش می کند تا بتواند او را در کنار خود نگه دارد. چیلینگ برس در کنار او زانو زده است و یا به سرایی می کند. تو از من گریخته ای؟ تو از من گریخته ای؟ کشیش در نفسهای واپسینش پاسخ می دهد خداوند بر تو ببخشد. تو هم غرق گناهی. راجر چلینگورس پیر کمتر از یک سال بعد می میرد و مقدار کلانی میراث که در بوستون و انگلیس دارد را به پرل کوچولو واگذار می کند. پرل تبدیل به یکی از ثروتمندترین وراث دنیای جدید می شود. او و مادرش سریعا ناپدید می شوند. گزارشاتی از آنها از آن سوی دریا می آید که خیلی موثق نیستند. پس از سالهای زیاد هستر باز می گردد و دوباره نشان اسکارلت را بر سینه نصب می کند و به نظر می رسد او توسط پرل حمایت می شود. همه او را دوست دارند و به او احترام می و زنان و مردان با او همدل می شود. او می میرد و در کنار کشیش دیمزدل به خاک سپرده می شود.